شوهر آهو خانم بخش چهل و هشتم سید میران سیگار دستش را که خود به خود خاموش شده بود دوباره روشن کرد و به تنه درخت پشت سرش تکیه داد. مهدی را آزاد گذار تا برود و دمشکای میان مشتش را به خواهرش بدهد. خاموش ماند تا در میان ابری از دودهای سیگار که بالای سرش زیر و رو میشد ورقی از دفتر عمر را که پس از آن هرگز تجدید نمیشد برگرداند و خلاصه ای از یاد بود های روزگار گذشته را در خاطر زنده سازد دوباره نشست مثل اینکه خاطرش تسلی یافته بود پروانه ای بر زمین نشست خیال کرد برگی بود که فرو افتاد در همان حال که به بالهای قشنگ پروانه خیره شده بود با لحن آرامتری به سخن ادامه داد بعضی وقتا به قدری بیچاره و بیتابم که دلم میخواد گریه کنم نمیدونم از شادی داشتن اونه یا از غمش تا اون بیداره من نمیتونم بخوابم مثل یه بچه که به دامن مادر میچسبه و اونو به سطوح میاره دلم میخواد همیشه در کنارش باشم حتی اینم قادر نیست دل بیقرارم و تسکین بده آرزو میکنم تو آغوشش بمیرم بر من الان به خوبی روشنی که تعادل اعصاب و احساسات چه نقشی در زندگی آدم داره همونطور که کسی در حالت ازیان میبینه که در هوا معلق شده یا سرش به یک اتاق بزرگ شده من در حالت خودم یه چنین بیماری رو تشخیص دادم و چگونگی این تشخیص یا به عبارت مسخره کشف و الهام خود داستانی داره شگفت و شنیدنی مثل مرض بزرگ شدن غیر طبیعی اعضا این عشق در درون من پیوسته آماس میکنه آماسی شوم و دردناک که همه وجودم و فلج کرده با همه این احوال باید بگم که من نفس خودم را در دست دارم برای عمل جراحی روی قلب به کوکائینی متوصل شدم که بدبختانه حساسیت و دردم و صد چندان کرد بران بود گرفتاری دیگری هم مفسودم که آفت ایمان و آبرو و از اون دو مهمتر عقل من شده وقتی که از خدا پنهون نیست از تو چه پنهون آهو شوهرت آهو با شتابی هولنگیست میان حرف او دوید من میدونم من میدونم عزیزم این موضوع چندان بزرگ نیست که به تصور تو اومده خودوند عالم از این گونه گناهان خیلی زود در خواهد گذشت آلودگی آلودگیه انسان همینقدر که دل سیاه نشده باشه بله و جون مطلبم هم همینجاست که دل من سیاه شده و به هر تقدیر چنین حال روز کسی که زمانی خارج از کانون خانوادگی و چارچوب کسب و کار جز خدا به هیچ چیز نمی اندیشید. اونقدر اونو دوست دارم که حتی نمیخوام از گرفتاری خود از نگرانی ها و ناگواری های سخت زندگی هر لحظه حلقش رو به دورم تنگ تر میکنه پیش اون اشاره یا کلومی به میون بیارم چون رازی نیستم که هرگز اندیشه ناموافقی بر مغز یا ابر کوچکی بر چهرش سایه بندازه میخوام مثل مرگی شاد همیشه اونو خوش و خندون و بشاش و فارغ از هر گونه غم ببینم هرچی اون بخواد منم همونو میخوام خواهش ها و حوث رو نه از روی اکراه بلکه با کمال میل و رغبت برآورده می کنم از اینم بالاتر با اینکه می بینم دیناری در جیب سراغ ندارم که خرجی فردا رو راه بیاندازم خودم اونو وسوسه می کنم تا بهانه بگیره و چیزی بخواد با اندیشه اون بلند میشم با اندیشه اون به خواب میرم در این اینکه دوستش دارم از وی چیزی شبیه به کینه یا نفرت در دلم دارم بیم و حسد و گمانی خیالی رو هم رو دائما میکاوه که نکنه روزی به خونه بیام و اون رفته ببینم میدونی موضوع خیلی بادی که شبی که جنس ها رو از خونه ما گرفته بودن به من میگفت اگر اجازه بدی سرپای یک قدم به خونه پیشکار مالیه بذارم و از اون بخوام تا به استفاده از نفوذ اداری وسیعی که داره به نفع تو خود رو وسط بیاندازی یا توصیه کنه موضوع رو ندیده بگیرن البته در این مراجعه که مسلما در هیچ وضع و شروطی من نمیتونستم اجازهش رو بدم اون میخواست از دوستی با سوسن دختر اون مرد که همشاگردی کلاس خیاطیش بوده مایه بذاره و هرچند جا به جا خودش خودشو پس گرفت اما من حقیقتشو بگم کنه اندیشه و نیتشو نفهمیدم چیه ماهیت این زن بیش از پیش برام قابل تردید شده بچه کوچک آهو که تمشکا را به خواهرش داده بود برگشت دست و صورتش را که شسته بود با چادر سر مادرش پاک کرد و با شادی ای آشکار خودمانی نزد پدر رفت و روی زانویش نشست آهو در حالی که میکوشید تا خطوط دردناک منقوش در چهرهش را از میان به بلد گفت بگو بگو تو در بس تصدیق میکنم تو نه تنها اونطور که میگی اون موجودی نیستی که اول بودی بلکه گویی اصلا در عالم خاکی ما فرزندان آدم جایی نداری این نیمچه خدا یا انسان مسیح آدم همچون پروانه که قبل از پیله کرم زشت و زمینگیر بیش نیست از لطف مخصوص خود بر دوشهای تو بالهای زریفی رویانده تا جولانگاهت آسمان نشیمنت گل و قایت زندگی و آرمانات نور و زیبایی باشه اینطور نیست؟ اما نزیزم چشماتو باز کن تا به جای بال چه میبینی؟ شیطان لعین همچنان که شانه های زحاک رو لمس کرد و بران جفتی مار رویانید بر دل تو بوسه زده تا در اون کرمی پدید بیاد و کم کم به اجده تبدیل بشه چنان که میبینم و خود تمانکر اون نیستی اجده های اونقدر زشت و دوزخی که روزگار تو به سیاهی بکشونه اجده هایی که خوراک اون از مغز سر بچه های منه و آیا نفس شوم و زهراگین همین موجود پلید نیست که تو چوله عشق پنداشتیش؟ با این ها و در با این صحبت ها و سوز و گداس هایی که از اون خون میچکه برای من جایی هیچ کنه حرف و حق و چون و چرا باقی نمیذاره چنین میره مار که روزگار بدبختی ما تازه در عقبه که سر بزرگ زیر لحافه چه خوب بود که زودتر این اقرار رو میکردی متعیار تو نمیدونم با چه افسونی این چنین کارت رو ساخته با شاخ و برگ مکر و شیوه و جادو که به نظرت مهر و صفا و وفا اومده دل ساده و ندیده بدیدت رو آرایش میکنه تا ناگهان بر اون نفت بریزه تو گمان میکنی که اون از گرفتاری پنهان و آشکار زندگیت خبر نداره زهی اشتباه و ساده دلی عاشقانه چطور ممکن اون ندونه که دست زدن به کار قاچاق و گیر افتادن تو فقط و فقط به خاطر ارزای حوسای اون بود با این وجود این خیالش نیست نه شرم سرش میشه نه وجدان باشم و ببینم که بعد از اون همه ندونم کاریا و تجربه تلخی که پاداشش بود بعد از این گفته ها و اعترافات صادقانه که میگی جز بیان حقیقت نیست چه روزگاری در انتظار ماست من با تو از این پس شوهر عزیزم هیچ گونه حرفی ندارم آهو گریه نکرد رویش را برگرداند و از میان تنه درختان به نقطه دورتری چشم دوخت روحش از هر گونه اندیشه خالی بود شوهرش مثل یک دختر از دست رفته راز نگفتنی دل خود را پیش او آورده بود تا شاید مانند جادوگران یا کارگشایان آزموده که برای هر مشکل چاره ای در دست دارند گره از کار فرو بستش بکشاید اما او در تلاطم همه این جریان فقط چهره شکست خورده و عقب زده بخت خود را میتوانست ببیند اکنون که بعد از شش سال شوهر او به زبان آمده و مثل خار پشتی از پای در آمده صفره اوریان دل را پیش او گشوده بود موقع مناسبی بود تا به سرفصل دفتر حوادث برگردد و جریان آشنایی وی را با هما که در پرده اسرار مانده بود باز پرسد یک فرصت نیکو برای او این بود که هوایش همانطور که زنبور اصل به رنگ و بوی گل جلب می شود و آواز بهرام جلب شده بود او میدانست که هما به نسبت که سید میران گرفتارش بود عاشق و بیقرار صدای پسر پانزده ساله اوست شاید پژواک آرزوهای گم شده خود را در این صدا میدید شاید نیز در دیار تنهایی خود دنبال بازیچه بی خطری می گشت. وقتی آهو همه چیز را شنید گفت حالا سوال دیگه آیا انقدر که تو اونو میخوای و برای اون هستی یک هزارمش اون تو رو میخواد برات هست و داستان اون مرد یک چشمی نیست که بعد از هفت سال زندگی زناشویی اولین بار که دست خالی به خونه میرفت زنش در چشمش دقت کرد و فهمید که کوره زیرا قبل از اون همیشه چشش فقط به دست مردش بود و ما این سوال من اصلا بیهوده است خود تو چند دقیقه پیش تمثیلی آوردی که جواب به منو میداد عشق باز به ایپا و نقصهای معشوق نگاه نمیکنه مرد عادتا در زنان خود زشتی میبینند و تو در اون زیبایی دلداده حقیقی از دلدار توقع پاداش نداره و اگر تو رو با سنگ هرچه تمامتر در آتش بسوزونه و خاکستر رو تو به باد بده زر برمیگرده بر میگرد و به دامنش میشینه اما اگه من به جای تو بودم با همه حال بعد نمیدونستم از معشوقی که قلب من و توپ فوتبال خودش کرده امتحانکی کرده باشم چند روزی اونو تنها میذاشتم و بیخبر به جایی میرفتم ها چطور مشدی؟ همچنان که شش سال تموم احوال منو نپرسیدی شش روز فقط شش روز نه بیشتر اونو به حال خود بذار و برو یه هفته ازش دوری کن اون وقت ببین چه پیش میاد پیشنهاد من بر اساس گفته خود که میگی از اون بیم داری چند روزی درست برعکس اونچه خواهش دل توست باش رفتار کن یه هفته مدت زمان طولانی نیست که به پایان نرسه اما آزمایشی از وفاداری اون و هم از اراده خود تو تصریح میکنم وقتی دوستی و مهربانی از هر دو سر نیست گسستن اون بسیار مشکله ولی اون روزی که تو بخوای از دست افسون این زن خلاصی پیدا کنی باز به غیر از این چاره ای نداشته باشی نمیگم پیش من بیایی نه برای خودت اصلا از این شهر برو به قوم و هرسین یا آبگرم قذوین مسافرت کن برای سلامت جسم و تقویت رو هم که شده این آب به آب شدن ضرر نداره به خودت تلقین کن که بدون اون میتونی زندگی کنی تا ببینیم چه اتفاقی میفته امروز مردم میتونن بدترین عادتها رو در مدت زمان کوتاهی از سر بیاندازن حتی بعدم نمیاد اگه به قم رفتی زنک جوانی رو هم برای خود سیغه کنی و هر چه دلت میخواد اونجا ماندگار شی هم زیارت هم تجارت اگه پولم نداری من خودم برا تک دو خواهم کرد از این حیث خیالت راحت باشه سید میران سر بلند کرد او را نگریست سرخ شد و گناهالود خندید ساکت شد و لحظه ای با اخمی پوشیده به سخن درآمد. چه لازم کرده که در این موقع باریک برای خود خرج بتراشم پولی که از جیب تو بیرون بیاد با مال خودم چه فرقی داره او رو به سفید چقاب نزد اقوامش میفرستم تا یکی دو هفته همونجا باشه به قول تو آزمایشیه از اراده سرکش اگه دیدم از این آزمایش خوب یا وسط در اومدم اصلا چاکر همیشگیش خواهم شد آدو تعجب نکن چاره عشقی که وسال آتشش را تیزتر کنه به نظر میرسه که غیر از جدایی چیزی نباشه آخرین علاج دلی که دیوانه شد داغ کردنشه ردش میکنم آهو از احساس ناشناخته ای که بر سراسر وجودش چیره شده بود میلرزید دستش با سوزن روی گیوه بافتنیش گشت وزیر لب نداداد داره میاد اگر تو از خود چنین اراده نشون بدی شوهرم خود تو من و بچه ها رو از جهنمی که در اون دست و پا میزنیم و روز به روز بر داغیش افسوده میشه نجات دادی به پیشانی گرهدار و با عباحت او که از اثر تحولات پس پرده مغز چین برداشته بود دیر باورانه و گذرا نگاهی افکند مرد با موهای بچه که همچنان عزیزوار در دامنش نشسته بود بازی میکرد. کرد. پس بنابراین شوهرش آنچنان هم که گمان میکرد به پستی و بیهسی یا فساد روح نگرویده بود. آهو پیشتر از آن هم در کاروبار این مرد عظمتی می دید. عظمتی که اکنون خود او به دست خیش از آن پرده برگرفته بود و دیدارش از مجسمه ابوالهول وحشتنگیزتر بود. هما گلی در دست داشت که برگ آن را بی غیدانه میان دولب گرفته با صدا مک میزد و می بوسید. پاهایش را با بیحالی و تنبلی روی علفا می کشید و می آمد. با بدگمانی آشکاری به سید میران و آهو و بیشتر از این دو نفر به مهدی که مثل یک بچه عزیز کرده سه ساله در سال به گردن پدر انداخته بود نگاه کرد گل را روی قالی انداخت و با تغییری دوستانه به شوهر گفت چرا بلند نمیشه برای این بچه تنابیسی پیدا کنی بیاری؟ همش گرفتی اینجا نشسته که چه؟ حسل من سر رفت. اینه میخوام بازی و تفریح کنند. آهو با ملایمتی مسلحتی اما رندانه و آب گفته ای او را رد کرد. حالا دیگه وقت نهاره. بمونه برای بعد از ظهر به خونه ماتلاکی که رفتیم از اون خواهیم گرفت. اون وقتی یه چه فایده داره من خودم میخواستم تاب بازی کنم و از طرفی تو میخوای اونجا بری برو من نمیام تو مشهدی با هم برید مشهدی گفت نه سرابی از اومدن پشیمون شدی مانعی نداره خودم تنها میرم آهو انگاه پیرزن را صدا زد تا مشغول کشیدن نهار بشود و هما که خود بیش از هر کس گرسنه بود با عجله برای خبر کردن بچه ها در پس درختان ناپدید شد آبو در حالی که سفره پارچه ای را روی فرش می گسترد، یک لحظه از کار خود بازی استاد و آهسته به شوهر الهاه کرد مشدی راستی چنان روزی هم شدنیه که تو به خاطر من و بچهات این زن رو روونه کنی یه بار دیگه اون چی که گفتی تکرار کن آیا من عوضی نشنیدم؟ گفتم امتحان می کنم از کجا معلوم که شدنی نباشه با همه حرفا که زدم به تو گفتم نگفتم؟ که من در آینه وجدم تا چه اندازه چهره سیاه شده خودم و زشت و منفور میبینم میان اون و بچه هم عقل و انسانیت حکم میکنه که شما رو انتخاب کنم در این صورت آیا آهو منو حلال خواهی کرد؟ مثل پیشتر دلت با من صاف میشه؟ سید میران با سکه که از جیب بیرون آورده بود از روی بازی گوشی یا به خاطر تمرکز فکر و حواس شیر و خط کرد پس به این ترتیب و با همه احوال ریشه محبت و مهر پدری چنان که آهو میپنداشت در قلب شوهر فاصیل نشده بود. البته این موضوع درست بود که برگشت سید بر پایه ترس از هما حساب زندگی از یک طرف و از طرف دیگر اعتماد و وجدان بود نه عشق به آهو و زن خاندار با اینکه همه چیز را خوب درک می کرد چشم ها و تمام عضلات چهرهش در جذبه ای پر عجز و تمنا می لرزید. بیان که سخن دیگری بر زبان آرد در دو گام از روی سفره فاصله میان خود و شوهر را طی کرد و با خاری و شکست حالی مادری که خود را مورد قهر فرزند نرون سولتش دیده است بر روی او بوسه زد. دست روی دستش نهاد و با صدای لرزان گفت تو اون طلاق بده در این صورت او همه وجودش را فدای تو میکنه. آه شوهرم امروز در چیزی که میبینم پس از نهار سید میرام بلافاصله دستمالش را روی صورت انداخت و در سایه خونک درخت دراز کشید همانیز آن طرفتر پهلوی او چادر بر سر کشید و خوابید اما هیچ کدام آنها نتوانستند به خواب روند نسیم ملایمی موهای دست مرد را به حرکت در می آورد و قلقلکش می داد. خسته بود اما از هوای سبک احساس فرح می کرد. صدای نفس زمین که از خورشید و آسمان بار می گرفت شنیده می شد. آهو با پیرزن بر لب برکه کوچکی کمی می بالاتر از محل نشستن آنها صحبت کنند ظرفهای نهار را می شستند. زن نگاه احتیاط به سوی شوهر و هوو افکند و آهسته گفت پیش از دار می شنیدی چی می گفت؟ شنیده بودیم که آدم به شماری شنها و گوش ماهی های کنار دریا ثروت داشته باشه و باز برای دیناری جونش دراد اما نشنیده بودیم که مثل ماهی هرچی بیشتر از یک آب گندیده بخوره تشنتر بشه پیرزن دنیا دیده که با همه ساده دلی خود نگفته همه چیز را میدانست، دانست بزله انداخت که شنیدنش حتی برای آهو که زن چندان دوشیز خویی نبود کم آب بر نمی داشت. ولی وصف حال عاشق و معشوق کذایی غیر از آن چیزی نمی توانست باشد. آهو پرسید آیا اونو طلاق میده؟ چنین چیزی رو تو تو پیشونی این مرد می خونی؟ آره آره نه در پیشونی اون بلکه در پیشونی تو در دنیا همه چیز شدنیه. روح انسان پسی و بلندی زیادی داره. آهو چون میدید ممکن است طرف اصر برایش فرصت کافی دست ندهد که از ماه طلا دیداری تازه کند تصمیم گرفت در فاصله که شوهر و هبویش استراحت کرده بودند پنهان از بچه های کوچکتر همراه بهرام سری به خانه دوستش در ده بزند اکنون که پس از دو سال اتفاق افتاده بود به سرا بیاید شرط عهد نبود که از او احوالی نپرسد و در درد دلی پیشش نگشاید درد دلی که همیشه به صورت یک احتیاج جوشان در درون سینهش زغ زغ می کرد صحبت ها و رازگوشایی های مرد صورت پرست او که مانند روح پدر حملت آن روز اسرار قتل خیش را پیش وی آشکار کرده بود نکته پیچیده بود که حتما می بایست نظر مسلحت اشخاص فهمیده تری از قبل ماه را در آن بار جویا بشود. سید میدانی که هر حادثه پیش می آمد و به هر شکل و وضعی قرار می گرفت مثل اقربه قطب نما بیش از یک سمت را نشان نمی داد. چگونه ممکن بود به این سادگی ها دست از چنان لعبت افسونگری بردارد؟ گفته های منظور او با همه امیدهای رنگ پریده اما محتملی که در دل زن سرگشت برانگیخته بود یه تازه در برابر دیدگانش نهاده بود مانند بایزید در حال بیخبری کفر می گفت و چون به خود می آمد دستور می داد حدش بزنند آیا عشق پیری همیشه این بازی ها را داشت؟ آهو به قصد ده سراب با شتاب شبهای جمعهی که به سر خاک مردگان می رفت خود را آماده رفتن کرد بهرام را آهسته آگاهاند و به پیرزن سپرد که در نبودن او چشمش به بچه ها باشد که جای دوری نروند. فرشد را به کمک بهرام به نقطه دیگری که جلو دید بود نقل مکان داد تا از این حیس نیست خیالش آسوده باشد. به نن بیبی گفت سعی می کنم خیلی زود برگردم. اگه بچه ها پوسیدن بگو در همین حدود مشغول چیدن برگ موه. برای چه خوب شد یادم اومد. اگه موندنم طول کشید با هم با یه مقداری برگ مو برای دلوه بچینین در حاشیه همین نهر درخت مو خیلی زیاده نه بی بی جان مواظب بچه باش لب آب نرن و سفارش منو هم در خصوص برگ مو حتما از یاد نبر این فرصت بار دیگه به چنگ ما نمیاد بیرون باغ هوا به طور گزنده ای گرم بود سنگ و خاک بیپناه که زیر شلاق آتشین آفتاب افتاده بودند بی صدا ناله می کردند و نسیم یارای وزیدن و عرض وجود کردن نداشت گل کاسه شکنی که روی دیوار چینه داغ و شیار شیار شده باغ رویده بود حرکت نمی کرد سایه سنگ چین های کوچه باغ آنقدر نبود که بتواند هیکل آدم را از گزند تیرهای جانگزای آفتاب در پناه بگیرد با این وصف آهو جز احساس جوشانی که در سینه داشت به هیچ چیز نمی اندیشید. سر دوراهی که رسیدم کوچه ای را که به مقصدی غیر از سراب بود اختیار کرد و به بهرام گفت حالا به خونه ماهتلا نمیریم اگه وقت کردیم در برگشتم کاری دارم از هر چیزی واجب تره با من بیا لحن کلام زن نظیر آن زمانهایی که تنگ غروب چهار قدش را زیر گلو سنجاق می کرد و با چهره آسمانی در گوشه اتاق به نماز می ایستاد و با ایما و اشاره یا گرداندن توبی خامیز چشمان بچه را از جست و, خیز و شیطنت به سکوت و آرامش دعوت می کرد حاکی از چیزی تقدس بود که بهرام در آن موقع ندانست چیست جای اطاعت بود نه چون و چرا پسر حرف شنو و نجیب که اخلاقش نسخه سانی مادر بود به فراستین را دریافت و دنبال او راهی را که میرفتند ادامه داد وقتی که از پیچ کوچه باغ بزرگ که محل چند خانه باغ قدیمی بود رد شدند بهرام حد زد که مادرش قصد باغ خودشان را دارد که بالاتر از آسیاب حاجباس واقع شده بود البته این را نیز باید گفت که او از فروش باغ و زمین مطلقا بیخبر بود طرف سایه در حاشیه سنگچین دیوار باغی، که درخت های میوه آن به بیرون شاخ دوانیده بود ماری نسبتاً بزرگ به راحتی روی زمین چنبره زده بود چشم های قشنگ و ترسناکش را بی حرکت به جاده دوخته بود و از جای خود تکان نمی خورد. مادر و پسر هر دو بهت زده به هم نگریستند و سر جای خود میخکوب گردیدند. مار لعنتی راه را بر آنها بسته بود. آهو با نیت پنهانی که در دل داشت پیش آمد را به فال نیک نگرفت مار خوشخطوخال و ترسناک همان هووی او بود که نمیخواست از سر راهش به کنار برود زن بینوا دل در دلش نمانده بود با اینکه شنیده بود مار را تا آزار نکنند کاری به کس ندارد از ترس مثل بید میلرزید که نکند به هر دوی آنان حمله کند در اندیشه این بود که راه رفته را بی آنکه مقصودش برآورده شده باشد برگردد صدای سم اسبی شنیده شد کردی کلاقی به سر سوار بر مادیانی چابک با کره زیبایی در پیشاپیش از مقابل به تاخت می آمد و از جاده خاکی گرد به هوا بلند می کرد جانور خطرناک در یک لحظه حلقه خود را باز کرد و از سوراخ آب زیر سنگچین به داخل باغ گریخت بدین طریق قلب پیشان آهو از حراس چیز ندیده خلاص شد نزدیک آسیاب سر پیچ یک راه فرعی که به باغ سابق خودشان می رفت در سینه کش پوشیده شده از گزنه و بوته های خود روی گون درخت کوتاهی که مثل گورزه ها رشد نکرده مانده بود دیده می شد. درخت زالزالکی بود که با آن کوهن پاره و قفل شکسته دخیل بسته بودند و از اثر گرد و غبار و آفتاب سوزان رنگ برکا و تنه و میوهش پیدا نبود مقصد آهو از این راه به ما یه شتاب زده و پرهول و ولا همینجا بود چنان که گویی بر سر قبر عزیزی آمده است با حالت تقدس و ساکت چند دقیقه ای در سایه فقیر و کوچک زیر آن نشست تا نفسش جا آمد و بعد بی توجه به بهرام که نگاهش می کرد با چشمی که حالت الها و خلوص روح در آن منعکس بود زیر لب دعایی خواند. از دستمالی که با خود آورده بود پاره کرد و به یکی از شاخه های باریک و خاردار آن گره زد. پسرک در تمام مدتی که مادرش مشغول کار خود بود همچنان خاموش در سایه نشسته با سنگی بازی میکرد فقط در برگشتن و در لحظه ای که دوباره به خانه با رسیده بود که آهو سکوت خود را شکست. بعد شش سال ببینم از شر این نیست در جهان خانم آسوده میشم یا نه برام پرسید چطور مگه خبری شده؟ اگه بشه شده دندون عقل پدرت بالاخره امروز جیک زد باید براش دندون پزونه درست کرد این گل کاسه شکنی که آقاجان شما از نمیدونم کدوم باغ جهنم چید و روبروی ما در گلخونش کاشت بیش از اینام پیرمرد و منتر خودش کرده و با ما خبر نداشتیم بیش از اینها اون رو خونه خراب کرده و ما قافل بودیم یا مادر ام البنی یه گوسفند و سه روز روزه با سفره افتاری نظرت که تا سر ماه نکشه و این مار سیاهی رو که در آشیانه من و بچه های لونه کرده مثل مرگ اسرارآمیز همون خود مار چنان سر بنیز کنی که هیچ کس نفهمه چه شد و کجا رفت آهو که در مواقع جدی زنی فوقلاده تودار و قطعی بود سلام ندانست که از فروش باغ و زمین چیزی به پسر پانزده سالش بازگو کند. دانستن این موضوع برای یک بچه چه خوبی داشت. هدهدی حد در وسط جاده روی زمین نشسته بود جولان میداد. بهرام سنگ کوچکی به طرفش پرتاب کرد. پرنده زیبا پر گرفت و رفت. آهو با خوشدلی کسانی که حاجت خود را روا شده می بیند گفت پپو سلیمانی مالم رمانی بفگت را در دیرتر بمانی ای حدود سلیمان خانم را خراب کردید پدرت در آید اگر بیشتر بمانی او لبخند سبکی بر لب داشت و تند و بی محابا قدم بر می داشت نوک کفشش دم به دم به سنگ ها می گرفت و اهمیت نمیداد. کوچه باغ از آمد و رفت مردم مطلقا خالی بود بهرام با اثر ضعیفی از دیر باوری و تمسخر در گفته اش از وی پرسید این چندمین یکی که برای رفتن اون نظر میکنی آهو جواب داد اگه بشماری زیاد اما این اولین نظریه که با خلوص نیت میکنم نشیدی که گفتن آه صاحب درد را باشد اثر و این بار برخلاف گذشته آه من برای خاطر زندگی و سعادت شماست که در خطر نابود شدن واقع شده نه برای خاطر دل بیقرار خودم و این چیزی که گویی به دل من الهام شده سابق برای این هنگامی که دست نیاز به درگاه خدا بلند می کردم اصرار و الها هم بیش از هر چیز شخصی بود البته به فکر شما هم بودم اما دلم بیشتر برای خودم می سوخت حسد و کینه و بدخواهی شیشه جانم رو کدر کرده بود اگه آهم بی اثر و نفسم ناگیرا می موند جز این چه دلیلی داشت که حق با من باشه و خود دشمنم رو پروبال بده برام به زبانش آمد که بگوید خب پس با این حساب میان تو و هما اون که بدخواهتره باید بیشتر مورد بیمهری یا تنبیه خدا واقع بشه اما قبل از آن که از کلمه اول به دوم برسد مادرش از روی خیرخواهی به سرعت راه اندیشه را برو بست فرزن در, در درستی این چیزا هیچ شکی به دلت راه نده که سنگ میشی اونا که گفتم بیشتر از من چیز فهمیده بودند دو دقیقه بعد اینطور ادامه داد تو یادت نیست مهدی برادرت فقط که شیر میخورد بیمار شد در ظرف سه روز چنان از دست رفت که همه میگفتن حالا خواهد مرد یا یه ساعت دیگه لازم بگفتن نیست که مادرت مثل مرغ سرکنده چه حالی داشت مثل چیزی که یک بار به دلم الهام شده باشه بلند شدم وضو گرفتم دو نماز حاجت خوندم نذر کردم که اگه بچم خوب بشه هم وزن موهای سرش تا هفت سالگی نقره بخرم و هدیه زریه امام بکنم نظر همون شد و شفای بردرت همون آهو از روی پرچین یک باغ پر میده و آباد درخت مویی را که آکند از خوشه بزرگ قوره بود نگاه کرد و فورا به یادش آمد که آن سال طبق گفته شوهرش به علت فروش باغ یا میباید از بازار قوره پاییزه خود را بخرند یا اگر نه بدون آب غوره و گرد غوره بمانند بهرام گفت پس با این حساب از موعد نظر تو حالا چیزی هم میگذره چون مهدی هفت سالش تموم شده و پاش در هشت سالگیه دو سه بار که اونو به سلمونی بردم یادم رفت موهاشو بگیرم همون که در انبار میون سبد اغلب رو زمین اینور اونور میریزه و مرغا میرند و پر و پخشش میکنند آیا گناه نداره چرا البته که گناه داره هر چه زودتر با فکری برش کرد من همون روز درست یادم نیست که گفتم تا هفت سال یا تا هفت سالگی اگه اولی باشه که باز باید مدتی صبر بکنیم شاید انشالله قسمت شد و خودم یه پنجه اول گرفتم و به مشهد بردم ای امام رضا ای زامن آهو آیا دیگه وقت اون نرسیده که این آهوی دردمندت رو به حضور بطلبی کی میشه که منم مثل تمام زنای خوشبخت این دنیا سرایبان زندگی خودم بشم ها آیا با زمان رو نامید خواهی کرد؟ هما در حالی که حوله حمام لیف و صابون و کاسه ای در دست گرفته بود رو به کلارا کرد و با صدای نیمه بلند گفت بچه رو جوی آب رسدم تا آب تنی کنم. این آب یه بار دیگه به چنگ ما نمیفته. تو نمیای سر جانی تازه کنی؟ دختر که روی کتاب خود قوز کرده بود سر برداشت. لبش هنوز به تکرار مطالب مشغول بود. از روی احتیاط نگاهی به سمت پدر که به صدای حرف هما خور و قد شده بودند و حالت نیمش شکفته و زنانه ای که از کمرویی و شرم خالی نبود لبخند زد آیا میخوای فردا تو امتحانم بمونم؟ من گمان میکردم امروز تو باغ بهتر درس میخورم. اما چه اشتباهی از صبح تا به حال با همه یک کوششی که به کار بردم همین دو سفر رو خوندم اونم مشکل میدونم حتی سه کلمش رو درست یاد گرفته باشم یک کاش من دو خونه جا گذاشته بودیم نه خواهش میکنم امروز من از هر کاری معاف کنی که معذورم حتی اسمم هم صدا نزن تواسم حواسم سر جاش بشه بلا علاوه گمان نمیکنم اینجا برای ما جای مناسبی باشه هران ممکن ممکنه مردی سر برسه نن بیبی بی که بیرون از قالی به طرز مخصوصی روی زمین نشسته و سرگرم کار خام ریسی خود بود از روی شرم حرکتی کرد و به علامت توبیخ و تعجب رو به هما انگشت سبابش را گاز گرفت ابروها و چینهای پیشانیش را به بالا جمع کرد و سپس به سید میران نگاهی کرد تا ببیند خواب است و این صحبت ها را میشنود یا نه زن جوان با علامت دست و جمله شوخ چشمانه گفتی دختر را رد کرد برو پی کاره من تو این باغ مردی به صد من میخرم در این زهر گرما و چنین گوشه دور افتاده که سال به سال رنگ آدمیزاد به خود نمیبینه مگه مرد راهش رو گم کرده که اینجا پیداش بشه پس من هلو صابون یا سرد و تقم برای چی هم را ما بردم. گفتم این آب دیگه به چنگ ما نمیاد از فرصت بعد استفاده کرد کله که خونش شد بهتر میتونه درس به بفهمه چند خود منم از اون جهت که آب سرد و خوب تمیز میکنه سر نمیشورم. رو فقط دستی صابون به تنم میزنم که از فیض آب سراب محروم نمونده باشم من رفتم نگمده ها پشیمون میشم هما با کرکر دمپایی هایش رفت چند قدم دورتر ایستاد و دوباره به صدای بلند گفت نه بیبی تو هم برای اینکه من تنها نباشم خامت بیار اونجا اونجا رو بپا هر کس امروز آبتنی نکنه نیم عمرش برفناست زود بلند شو بیا او مخصوصا صدایش را بلند میکرد تا سید میران از خواب بیدار کند و مرد که از چند دقیقه بیشتر از آن بیدار بود همین این حرفها را میشنید وقتی که زنش از سراشی به حد جنوبی بهستان باغ گذشت و از نظر ناپدید گردید دستمال را از روی صورت برداشت نظری به اطراف انداخت و حتی چادر سر خود را نیز جا گذاشته بود به پیرزن که با قد خمیده و بخش بندیل دستش مطیعانه با آن سمت میرفت به لحن و کلام خشونت آمیز امر داد و اون بگو آبتنی نکنه او خواست دلیل بیاورد که آنجا محل عبور و مرور باغبان هاست. اما به قدری دست خوش خشم خودش بوده که به همان جمله کوتاه بس کرده وقتی که ما به سر نهر بزرگ رسید بچه ها با زیر شلوار به آب افتاده بودند بیژن پیش برادر کوچکش مهدی لاف زده بود که مثل پسرم شنا میداند و اکنون در قسمت کم عمق آب با دست و پا ناشیانه چلب چلاب می کرد تا ادعای خود را به اثبات رساند مهدی با اینکه میدانست او لاف میزند به علت وهمی که از گودی ظاهری آب در دلش بود با حیرت برادر را مینگریست زیرا همان هم احتیاج به قدرت جسمی و شجاعتی داشت که وی هیچ کدام را دارا نبود سید میران پشت سر دستوری که داده بود بالاخره طاقت نیاورد و در حالی که زیر لب با خود میقرید از جا برخواست امروز تا شب که به خونه برسیم این زن دل منو خون میکنه خون اگه چنان چه برخلاف دستور سریح من لغ شده باشه آب افتاده باشه به جلال خدا در خونه اونقدر میزنمش که خون روی بدنش لخته ببنده نزدیک جویبار و برفراز آن انبوه درختان و بوته ها که در حلقه انبوه تری از علف های بلند و خود رو محاصره شده بودند به او این اجازه را میداد که بچه ها را ببیند و خود دیده نشود هما بر لب نهر در محل مناسبی روی زمین چون باتمه نشسته آسین ها را بالا زده بیژن را به حالت شوخی و خند دور از خود در میان آب نگه داشته بود و با حرکات شتابالود و ناشیانه دختران نکرده کار سرش را صابون میزد. در همان حال میکوشید پیراهن خودش در اثر ترشح آب و کف صابون تر نشود. رانهای پر و سرین گرد و برامدهش که در دامن ترنگ افتاده پیراهن فشرده شده بود به حرکات دست تکان میخورد و مثل روح افراگین بهاری مجده وصل می آورد. سید میران در کمینگاه خود چند دقیقه ای به انتظار گذرانید. در وجنات زن اثری از, از قصد آبتنی دیده نمی لبخندی پوشیده و حاکی از رضایت بر گوشه دهانش نقش بست. لبه بالایش را گاز گرفت و سر را به حالت معنیدار تکان داد و خود پرستان در دل گفت هرچی باشه تو زنی و مثل سایر همجنسا تابع اراده مرد زن اگر شیر میلش به زیره از پیروزی خود سرمز شده بود میخواست او را صدا بزند تا برای چای عصر سماور را آتش بیندازد به فکرش آمد تا او سروتن بچه ها را میشوید در سیبستان بزرگ باغ که از فاصله بالاتری نسبت به با آن محل شروع میشد گردشی بکند 20 سال پیش از آن او در آنجا درختها نشانده بود پیوندها و قلمه ها زده بود حتی بعد از انتخاب کسب نانوایی یکی از افتخارات او همین هنر پیوند زدن بود همیشه می گفت که می تواند حلو را به روی گوجه پیوند بزند و بگیرد با گلابی های گنجانی که برای رسیده شدن زیر خاک می کرد او در هر گوشه این سیبستان بزرگ از خود خاطری کاشته و اکنون که عطر سیب ها به مشامش میخورد همه آنها در پیش چشمش زنده میشد خاطرات دوران گذشته زندگی انسان مانند آهنگ ها و سرودهای کهن، همیشه شیرین تر از امیدهای آینده بوده است زیرا انسان در گذشته تصویر خود را میبیند و در آینده شبه مرگ و نیستی را در برزخ میان این دو که همان حال باشد انسانی با مشرب عارفانه قهرمان این داستان یا باید تا گل را در گلستان به جلوه میبیند بلبل وار سرود هستی سر دهد و مستی نماید یا مانند سی مرغ افسانه بی نیاز از هر چیز حتی غم جفت و جوانی و اندوه پیری بر فراز زمان و مکان بنشیند و خداوند وار جهان و جهانیان را تماشا کند اما آیا سید میران سرابی آنطور که در گذشته خود میدید سی مرغی نبود که آرزوی بلبل شدن کرد و به مقصود رسید پس در این صورت قمانگرانیش از چه بود؟ سیبستان بزرگ باغ تپچال که در یک لحظه او را بر شهبر خیال نشانده و به دیار خاطرات دور و دراز گذشته برده بود از این خاطرات در این حال دریچه ای از آینده روی وی گشوده بود اگر گذشته برقی بود که در آسمان ابرالود زندگی او دیده شده بود قررش های سهمگین رعد آن نیز در عقب بود اگر پیری و نیستی آینده سازنده عشق شورانگیز او نسبت به هما بود باز همان پیری و نیستی بود که این عشق را تهدید به نابود شدن می کرد. یکی از درخت های پیوندی که تنهی کوتاه و شاخ و برگ انبوه و سرسبدی داشت در وسط سیبستان بیش از همه نظر او را جلب کرد. با تحسین کسی که گویی باغ از آن خود اوست دورش گشت و به میوه های درشت و سرخ و سفیدش نگریست. یک دانه را که روی زمین افتاده بود برداشت با دامن پیراهن پاک کرد و گاز زد. شیرینی پر آب و عطر آن حیرت آور بود. با خود گفت اینه نتیجه یک پیوند خوب و گیرا این نتیجه توجه و مراقبت همه چیز زندگی بر همین قاعده و قانونه جامعه هم مثل طبیعت زمین های خوب و بد داره من و آهو اون پیوندی بودیم که فقط دیوانگی یکی از ما یعنی من میتونست ریشش رو بسوزونه ای کاش اصلا زن نگرفته بودم با این افکار پراکنده به خود اجازه داد که سه دانه و نه بیشتر از آن سیب ها بکند و به عنوان نمونه کار و نتیجه زحمت و مواظبت خود به هما نشان بدهد او برای خود عقیده ای داشت که در زندگی هر کس دروگر بذری است که خود افشانده است خداوند هرگز بد بندگانش را نمیخواهد. سازنده زندگی انسان خود اوست در این زمینه او پیرو به افکار قدری مشرب حکیم فردوسی و تعلیمات خالص اسلام بود با این تفاوت که اندیشه ی عملی خود را بر نیز افسوده بود مثل طبیعیدان اصیلی که هنگام یک گردش علمی برای روشن کردن شاگردان خود بهترین نمونه یا مدرک علمی تاریخی را پیدا کرده است با در دست داشتن آن سیب ها به نظرش آمد در حول هوش مطالبی که تمام آن روز ذهنش را اشغال کرده بود به زن جوان و نادانش درسی اخلاقی بدهد آخر زندگی آنها با آن ترتیب که تا آن زمان پیش رفته بود دیگر امکان پذیر نبود نه او پسر فلان و دوله بود و نه او ما دختر بهمان و سلطنه جامعه برای هر یک از افراد خودش حدی شناخته است که اگر بخواهند پا از آن فراتر نهند با سر به زمین خواهند آمد انسان تا موقعی میتواند بگوید پهلوان نقد را عشق است که آیندهش تا حدودی تأمین باشد به نیروی سرشار جوانی یا ثروتی بیپایان تکیه داشته باشد آیا او قصد زندگی دائمی با وی را نداشت که چنین دو اسبه به سوی نابودیش میکشند اگر تا آن زمان در پیش زن خوب روی از این مقوله ها هرگز دم نزده بود دلیل آن نبود که بعد از آن هم دم نزند او باید همچنان که همه چیز را به آهو اقرار کرده بود به همانیز بگوید که باغ و زمینش گدمیش که کشتی روی دریا بیلنگر و که از آن پس هان جان مطلب در همینجا بود که از آن پس چه؟ همین یک موضوع بود که قبلا میباید خوب در ذهن پختهش کند از کجای آن و به چه ترتیب میتوانست توانست برداشت سخن نماید پیش از آن هرگز با زن هور سرشتش چون این مناسباتی نداشت مناسباتی که هنوز نمیتوانست بوی نامطبوع و تنگ نظرانه حسابگری را که با طبع گشاده و پاک باز عاشقان سازگار نیست از آن احساس نکند و به فرض آنکه می توانست با روشنی کامل وضع بحرانی کاروبار خود و مختصات نقطه ای را که در حال حاضر ایستاده بود به او بفهماند آنگاه چه؟ بیژن و مهدی با رنگ و روی پریده از سرما وزیر شلوار خیس و آبچکان در شیب جوی مشغول چیدن و خوردن میوه بودند. بغچه پشم ریسی ننه بیبی نیز به دست آنها سپرده شده بود که آن را رو روی سبزه ها انداخته بودند. از قرار معلوم هما و پیرزن جای دوری نرفته بودند. آنطور که بچه ها می گفتند در همان حدود برگ مو می چیدند. سید میران دو دانه از را که از درخت کنده بود به آنان داد و گفت شما برید پیرنتون بپوشید و زیر شلوارتون خوش کنید و همونجا پلو خواهرتون که تنهاس باشید آببازی اگر حوسه دیگه بسه سرما میخورید از روی شفقت خشک پدری که فرزند گمشده خود را باز یافته است نگاه کاونده ای به سر و پای آنان انداخت مثل اینکه بگوید مهلت منی ای عزیزن. دیگه به پایان رسیده از این پس مال شما هستم بیشتر از این باید به وضع شما برسم در جهتی که آب نهر میپیچید و ادامه یافت رفت تا ببیند زنها کجا هستند در همان حال به نشخار افکاری که مثل یک مه یا بخار نامتراکم شش سال تمام در آسمان روحش زیر و رو میشد و هرگز مگر همین ساعت تشکیل ابری نداده بود ادامه داد بعد از این برداشت مشروع و جامع به او پیشنهاد می کرد اگه مایسترت میشه بیا این شراب شبونه را از برنامه خارج کن بیشک جواب زن این بود قبول میکنم شراب شبون زندگی ما رو به اکبیر و افلاس کشونده اما چرا اینو به من میگی هر وقت تو نخریدی و نخوردی منم پیروی میکنم آیا اینطور نیستی که روزها هم گاه بال انداختن یک ته باز هم حوس یک گلاس دیگه میکنی و من نمیذارم خب فرض کنیم که این جزء خرجه بیاین کمی از های زندگی بزنیم نگاه کنوم ما تو باید ها من باید چه میگه لباس نپوشم میگی پا به کوچه برم یعنی اینکه مثل پیرزن ها خودم رو ته خونه محبوس کنم پس اگه دلخوشی من تو خونه ای تو چیه؟ نه لباس بپوش ولی به زنان همشن خودت نگاه کن از همسر سایر نانباها که همکارایی منن تقلید کن مگه چه فرقی میکنه که تو به جای جوراب کایزر سادش رو بپوشی که هر دو روز یه بار کوکش در نره و برای برچیدنش مجبور بشی اونو بیرون بدی و رفتن و برگشتن دو ست درشکه سوارشی همین هفته کوتاهی که گذشت تو سلامت یا ناسلامت جون دو تومن پول درش نشستن از من گرفتی آیا کم پولیه؟ آیا شوهر تو چه کسی حساب کردی؟ ها؟ خب باز باشی؟ رئیس نانواخانه لقبی دهن پر کن از لحاظ فکر زنها و تصور مردم و اسمی بیم و سما و میان تویی برای خودم آخه خودمونیم یه دکونه سنگکی فکسنی که بالا بری پایین بیای در روز بیش از شش تو من تحویلت نمیده چیه که من بخوام اینقدر تند بتازم کسی که یک بار کوچه کلفت و بالی گردن داره باید بیش از این هوای دخل خرج خود داشته باشه آخ من که نمیخوام خودکشی بکنم مقصود باطنی تو رو از این حرفا میفهمم به منشه که تو یک بر کوچه کلفت داری آیا میگی پای برادر و کسی دیگرم از این خونه ببرم بسیار خوب بعد از حاجی بلد چشمم به تو روشم نه از میاد تو از من سیر شدی باقی این حرف همه بیه بوده است. بهونه است. صدای هما که شش سال تمام برای او چون سفیر بال فرشتگان مجده رحمت بود و هنوز نیز به همان قدرت قلبش را می در فاصله نزدیکی به گوش می رسید. به تدریج که زمزمه آبشار خفه می شد واضح تر می گشت. به لحن کاملا آزاد بیانگه به چشم دیده شود برای خودش آواز کردی می خاند. سید میران به این دره که گذرگاه سیل تند بهاری حوزه سراب بود آشنایی دیرین داشت. بریدگی دو طرف آن با شیبی متقیر گاه به هم نزدیک و گاه از هم دور میشد. طبیعت که پرده کاملی از زیبایی و لطف خیره کننده در پیش چشم بیننده می گسترد با صدای بلند از هر سو سلای رنگ و بودر داده بود. با این وصف سید میران سرابی فقط در درون خود سیر می کرد. با افکار و آرزوها و کوشش های ناکام خود سر جنگ داشت. اگر او می توانست پشت افریت خوناشامی را که در ادبیات باستان جهان نامش مدوز بود در آخرین نبرد خود بر خاک بمالد با سلابتی مردان بر سینهش بنشیند و گوش تا به گوش سرش را از جدا سازد همه این بحث ها و بقرنجی ها حل شده بود اما اکنون که خدا این قدرت اسرارآمیز را به او نداده بود چه توانست بکند از کجا و چگونه میتوانست برداشت مطلب کند و به زن کوتاه فکر بفهماند که حال و کیفیت از چه قرار است سید میران از این مکالمه درونی که مثل یک ترجی بند کسالت آور پیوسته در ذهنش تکرار میشد شرمنده بیرون آمد او که در فلسفه عشق عرفانی خود معتقد به درگذشتن از زندگی مادی می خوردن و جرعه بر خاک افشاندن بود اکنون میدید که مانند یک تکه نان آن را در کپه ترازو نهاده است آشفته دلی از پای درش می آورد عشق او مانند خود زندگی اینک برایش دردی شده بود اما در هر حال بدون این درد نمی توانست به سر برد